با بهترین درودها خدمت شما بینندگان گرامی. هاشمی رفسنجانی، یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی و هم پیاله خمینی، در شرایطی که برای او پاپوش‌هایی را دوختند و هر روزه برای او در اینجا و آنجا فریادهای مرگ بر هاشمی سر می‌دهند، صحبت از مسائلی می‌کند که همگان می‌دانند. او می‌گوید ایران در گرداب اقیانوسی از فساد و خرابی و دزدی گرفتار آمده است. آقای رفسنجانی که خود اولین رئیس جمهور ایران بود، حال صحبت از فساد و دزدی و تباهی می کند. او بیشتر اشارهش به دولت احمدی نژاد است و می گوید در همین اتاق به آقایان گفتم که اینقدر از او حمایت نکنند، اما این کار را کردند. از آنها پرسیدم که فردا جواب خدا را چه خواهید داد. هاشمی رفسنجانی زمانی این سخنان را ایراد می کند که فساد و تباهی دیگر از مرزهای ایران گذشته است. پای به بیرون مرزها گذاشته، روزنامه‌های بزرگ جهان هر روز مطالبی در مورد مسائل ایران می‌نویسند. آشورت اسپرس در 26 بهمن ماه گزارش مفصلی از مصرف مواد مخدر خصوصا شرا در ایران نوشته و پخش کرده است. هاشمی اسپرس می نویسد که دائما در ایران مصرف شیشه بالا می رود و دولت هیچ کاری در این مورد نمی تواند بکند. رئیس پلیس به این خبرگزاری گفته است که در سال گذشته 416 آزمایشگاه تولید شیشه را گرفتند، که به آسانی می توان حساب کرد که هر روز در برابر روزی بیش از یک آزمایشگاه در ایران گرفته شده است و همچنان مردم گرفتار مواد مخدرند. بیشتر مصرف تریاک در ایران است و به گزارش هایی که رسیده است 80% از تریاک تولید شده در جهان در ایران مصرف می شود. سرقت اموال مردم یا همان بیت المالی که خمینی راجبش صحبت می کرد، نه تنها بین مردم تقسیم نشد، نه تنها به کسی خانه ای داده نشد، نه تنها پول آب و برق به کسی داده نشد. امروز مردم فقیر و فقیر و فقیرترند و آنچه که احمدی نژاد زیر عنوان مسئله آوردن پول نفت به پای سفره‌های مردم سخن گفت، به جوک و خنده‌ای بیش شبیه نیست. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در همایش سراسری جوانان حزب اعتدال اعتراف می‌کند 700 میلیارد دلار دارایی کشور را طی 5 تا 6 سال در این کشور خوردند و قورت دادند. 700 میلیارد دلار پول مردم ایران را. وقتی به دلایل درگیری‌های جناحی در داخل حکومت اسلامی بپردازیم، خواهیم دید که محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، به دلیل فساد روانه زندان می شود، ولی هنوز بر روی تخت سلول خود ننشسته است، به مرخصی می آید و این در شرایطی است که هر روز هزاران زندانی ایرانی در کنار مرگ در بر روی صفحه های سلول های خود جان می دهند و هیچ کس حاضر نمی شود آنان را به بهداری منتقل کند. آتنا فرقدانی، هنرمند و نقاش جوان ایران، بانویی که در بدون هیچ دلیلی، فقط به دلیل کشیدن کارهای نقاشیش زندان رفته است، در شرایط بد پزشکی است و دولت از فرستادن او به بیمارستان امتناع می کند. از سوی دیگر الیاس نماینده مجلس در باره خروج ارزهای ایرانی با چمدان سخن می گوید و میگوید پولهایی را که دولت‌های خارجی در این برنامه قراردادهای 5+1 به ایران داده‌اند، به صورت چمدان‌ها از ایران خارج شده است. احمدی نژاد و گروه دولتی او به بهانه شرکت در مراسم نخست وزیر ترکیه و نخست وزیر درگذشته ترکیه به ترکیه می‌روند، اما حقیقت این است که بعد از درگیری که برای معاون او به وجود آمد، امروز سعی می کند که از ایران پولها را خارج کنند.
محمد رضا رحیمی را به دادگاه بردند، محکومش کردند و حال یاران دیگرش در دولت پولها را خارج می کنند و در ترکیه زمانی که سخنرانی می کند به او حمله می شود و شدیدترین و بدترین فوشها را می دهند. آنانی که آمده بودند تا به پای سفره مردم ایران خانه مجانی، برق مجانی و زندگی مجانی بدهند، امروز با توده هایی از فقر مواجهند. فرزندانی که فرزندان فردای ایرانند در کنار خیابانها بر سر چهارراه‌ها به گدایی مشغولند. این سرنوشت ملتی است که پای دست در دست خمینی داد و پای به انقلابی گذاشت که این گونه برایشان برخورد. حال که بی جمهوری اسلامی در چنبره مشکلات قرار گرفته است، هر کسی به دنبال آن است تا کسی را پیدا کند و بگوید. و از همه خنده دارتر در میان این همه مشکل ریز و درشت که حکومت جمهوری اسلامی و مردم ایران دست و پا میزنند، ناگهان شتر در خواب بیند پنبه‌دانه و نماینده ولایت فقیه علی شیرازی، نماینده ولایت در نیروهای قدس، اعلام می‌دارد تا برافراشتن پرچم اسلام بر فراز کاخ سفید که به اهتزاز در نیاید ساکت نخواهیم نشست. حاج آقا شیرازی، زین اسب را بچسب، سواری پیش کشد. در ادامه برنامه با ما باشید. درودی مجدد خدمت شما بینندگان گرامی، شما که به تماشای برنامه راه آینده، برنامه حزب مشروطه ایران از طریق شبکه سراسری کانال یک در لس آنجلس نشسته اید. درودی داریم به همه هموندان حزب، درودی داریم به همه مبارزان سیاسی و درودی داریم به همه زنان و بانوان ایرانی که این چنین در مقابل رژیم داعشی جمهوری اسلامی می ایستند. در روز پنجشنبه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به مسئله حقوق بشر پرداخت و مسئله حقوق بشر در ایران را مورد توجه و بررسی قرار داد. نمایندگان کنگره آمریکا با انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران، شمار بالای اعدام‌ها، تبعیض علیه بهائیان و سرکوب آزادی‌های فردی در جمهوری اسلامی را بی‌رحمانه توصیف کردند. در این جلسه آقای محسن سازگاران، آقای مهندس شایان آریا از شورای مرکزی حزب مشروطه ایران و رئیس دفتر مرکزی بهائیان ایران در بهائیان در امریکا در این جلسه راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران توضیحاتی دادند.
هفته آینده با آقای شایان آریا عضو حزب مشروطه ایران به گفتگو خواهیم نشست. سوی دیگر زندانیان سیاسی ایران فراخوانی در حمایت از اعلام پشتیبانی تظاهرات معلمان ایران در روز دهم اسفند صادر کردند. آقایان خالد جردانی، آفشین حیرتیان، شاهرخ زمانی و حشمت الله طبرزدی طی اعلامیه‌ای از همه مردم ایران خواستند که از این اقدام معلمان حمایت کنند. سوی دیگر همبند گرامی حزب خانم ژیلا جلالی عضو شورای شاخه واشنگتن مادر گرامی خودشون بانو پروین جلالی را از دست دادند که ضمن تسلیت به ایشان مراتب تسلیت شاخه واشنگتن را نیز به حضور ایشان و خانواده محترمشان ابلاغ می‌داریم. در ادامه برنامه به اروپا خواهیم رفت و در مورد مسئله فوتبال با خانم دکتر دریا صفایی و آقای مصطفی عرب در مورد بازی‌های فوتبال در ایران و عدم حضور بانوان به گفتگو می‌نشینیم. به این مصاحبه توجه کنید. میریم و باز می‌گردیم.
بله، کار قشنگی رو آقای کارگردان برامون پخش کردن که به مناسبت ایام‌ها هموطنان بهایی ما در سراسر جهان است. این روزها ایام هاست برای بهاییان، مد روزهای جشن و سرور. از شما متشکرم. ولی همان گونه که گفتم، شاید بتوان مسئله آزادی زن رو در ایران از آغازش رو به طاهره قرة‌العین آغاز کرد و بعد از اون شاید 17 دی بود که توانست زن ایرانی رو از قید و بند بسیاری رها کنه و رو بنده رو از روش برداره. بعد از اون ششم بهمن 1341 دولت شاهنشاهی ایران در انقلاب سفید به زنان ایرانی حق رأی داد. حق رأی که زنان ایرانی را به مجلس و به ادارات و به مدیریت کشان. بعد از به وجود آمدن و پیدایش جمهوری اسلامی در 57، بیشترین آزادی هایی که زنان ایران با کوشش فراوان و با لیاقت بسیار به دست آورده بودند، توسط جمهوری اسلامی هر روزه و هر دقیقه از آنها گرفته شد. حکومت جمهوری اسلامی با شعار یا روسری یا توسری آغاز کرد و این شرایطی بود که برای زنان ایران قدم زد. مسئله فوتبال و مسئله عدم حضور زنان ایران در این سالن ها و این استادیوم ها باعث شده که خانم نازنین افشین‌جم، خانم دکتر دریا صفایی، آقای مصطفی عرب، دکتر مصطفی عرب بیایند و بنشینند و مسئله این رو به فیفا بکشند و از فیفا بخواهند که هر چقدر که میتواند به جمهوری اسلامی فشار بیاره که شاید بتوان مسئله بازگشت بانوان رو، چیزی رو که در سالهای قبل از انقلاب اسلامی داشتن رو، دوباره به اونها برگردونه. در اینجا به اروپا می رویم و با خانم دکتر دریا صفایی به گفتگو خواهیم نشست، همچنان با دکتر مصطفی عرب از سندیاگو. خانم صفایی، درود بر شما، اگر صدای من رو می شنوید. صداتون رو میشنوم، خوشحالم در برنامه هستم. بسیار متشکرم از اینکه دعوت ما رو قبول کردین. جناب دکتر عرب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. با درود به شما، امیدوارم صدای منو بشنوید. جناب دکتر عرب، با درود بر شما، صدای منو میشنوین؟ درود بر شما. بله، صداتون واضحه و خیلی خوب میشنوم. متشکرم جناب دکتر. خانم دکتر، مسئله آزادی زنان برای رفتن به مسابقات فوتبال رو، شما اول مسئله بازگشت زنان به سالن‌های والیبال رو شروع کردید و حالا به اینجا. علی‌رغم اینکه فدراسیون والیبال دستور داده، هنوز ما نمی‌بینیم که زنان ایران در این سالن‌ها حضور داشته باشند. البته همینطوره، به خاطر این بود که چون میزبانی ایران گرفتن ازشون، چون قرار بود که ایران میزبان مسابقاتی باشه در ایران و به همین دلیل فدراسیون جهانی والیبال اعلام کرد که تا زمانی که خانم‌ها حق ورود نداشته باشن و شما آزاد نکنین، نمیتونین میزبان باشین و به همین دلیل مسابقه هم انجام نشده برای والیبال که خانم‌ها شرکت کنن. البته چند موردی پیش اومد که کسی رو دستگیر کردن، خانمی رو دستگیر کردن و متاسفانه الان در زندان هست و همون کار رو انجام میدن و هیچ پیشرفتی انجام نشده متاسفانه. خانم دکتر صفایی، بعد از اینکه شما این نامه رو بعد در مورد مسئله فوتبال به فیفا نوشتین، آیا پاسخی دریافت کردین؟ حقیقتا این نامه هنوز کمتر از یک ماهه که فرستاده شده، هنوز پاسخی دریافت نکردیم. ولی خب البته من انتظار هم نداشتم که عکس العمل فیفا به سرعت و به شدت عکس العمل FIVB باشه. حقیقتا FIVB خیلی مستقیم و خیلی سریع برخورد کرد، به خاطر اینکه اساسا ساختارش متفاوته و همچنان که در شرایط کنونی هنوز مسابقات والیبال در سطح لیگ جهانی هنوز شروع نشدن. اینا مسابقاتی هستن که در خرداد ماه آینده، خرداد و تیر برگزار خواهند شد و اونجاست که همونطور که البته داورزنی خودش در برنامه 20 و 30 گفته که ورود زنها مشکلی نداره و ما این مسائل رو حل میکنیم.
در مورد فیفا، خب برخورد به دلیل ساختار متفاوتی که دارن به گونه دیگه ای خواهد بود. ممکنه این جواب پاسخ نامه رو بدن و ممکن اصلا این پاسخ رو ندن، ولی اینکه در کل در جریان هستن و من با تماسایی که با خود داخل اعضای داخلیشون هم دارم میدونم که این نامه رو بررسی کردن و مورد گفتگو قرار دادن. این خودش اهمیت داره و این نشون میده که ما ایرانی ها حساس هستیم به این مسئله. هنوز پاسخی دریافت نشده البته. دکتر مصطفی عرب، نظر به این که شما یک فوتبالیست سابق دار بارها در جامعه جهانی، در جامعه آسیایی شرکت کردین، همینجوری که خانم دکتر صفایی میگن، این ساختار چه تفاوتی داره؟ آیا واقعا اون چیزی که پشت سر فیفا میگن حقیقت داره یا اینکه مسائل دیگه ای هست؟ البته قبل از اینکه من در مورد کار فیفا صحبت کنم، اجازه بدین در مورد کار فدراسیون فوتبال ایران صحبت بکنم. به چه صورتی هست؟ فدراسیون فوتبال ایران برای سرگرم کردن مردم از هر مسئله استفاده و یا سوء استفاده میکنه که مردم رو سرگرم میکنه و افکار مردم رو منحرف بکنه از معضلات و مشکلاتی که در ایران و در کشور عزیز ما وجود داره. و خب فیفا هم که الان میدونیم بسیار بسیار سازمانش قدرتمنده و هر کاری که بخواد انجام میده، ولی ما باید توجه بایستی داشته باشیم به این ترفندهایی که دولت جمهوری اسلامی به کار میبره که مردم همونطور گفتم سرگرم بکنه، از راه ندادن خانم ها به استادیوم ها و سالن های ورزشی، درگیری آنها با مسابقات، مسائلی که در حاشیه برای فوتبالیست ها و مسابقات فوتبال داخلی به وجود میاره. ما باید توجه داشته باشیم که کارمونو قاطعانه انجام بدیم و به نتیجه برسونیم، ضمن اینی که اجازه ندیم که جمهوری اسلامی از مسائلی که در حاشیه هست استفاده بکنه برای سرگرم کردن مردم و مردم افکارشون رو منحرف بکنه که اون دربدری ها، بدبختی ها، گرفتاری ها، اعتیاد و مسائلی که در مملکت وجود داره فراموش نکنیم. ما خیلی قاطعانه حرکت بکنیم، خانم ها به استادیوم ها و سالن های ورزشی برن. خانم دکتر صفایی، این نامه به حدود 190 امضا غیر از شما، غیر از دکتر عرب، آقای بیاتی و خانم افشین جم امضا شده. آیا فکر میکنید که این باید در دسترس بیشتر باشه و بتونیم امضا رو به تعداد خیلی خیلی بیشتری برسونیم؟ آیا در جایی گذاشتیم یا چنین برنامه ای رو داریم؟ بله، حقیقتا این لیست امضاها باز هستش، همه میتونن امضا کنن و همچنان به روز میشه، این لیست بسته نشده و اکنون این 190 نفر به بیش از 200 نفر رسیدن. حقیقتا این نشاندهنده استقبالیه که از ورود زنها به ورزشگاه ها توسط همه کنشگران انجام شده. این هیچ مسئلهیه که تمام کنشگران با هر افکاری که داشته باشن این مسئله رو خواستار هستن که تبعیض جنسیتی علیه زنان خاتمه پیدا کنه، که البته یک نمونه بارز از این تبعیض جنسیتی ورود زن بانوان به ورزشگاهه. و در میان اسامی بزرگوارانی هستن که من همچون نسرین ستوده واقعا بهشون ارادت خاصی دارم و واقعا به عنوان الگو قرارشون میدم و فکر میکنم ایستادگیشون در برابر حقوق از دست، برای بازخواهی حقوق از دست رفتهشون یک الگوی بسیار زیبا میتونه برای همه زنهای ایرانی و همه مردهای ایرانی برای خواستار، برای این بشه که خواستار حقوق برابر شهروندی بین زنها و مردها بشن. در حقیقت دکتر عرب، فدراسیون فوتبال ایران میگه یکی از دلایلی که زنها به سالن نباید بیان اینه که حواس فوتبالیستا پرت میشه. آیا شما که این همه در این زمین ها و در این میادین بازی کردین، با حواس پرتی بازی میکردین؟ اصلا مسئله این البته به سالن ها نیست، به استادیوم ها هست. بله. در استادیوم ها که خانم ها میان و من نمیدونم که جمهوری اسلامی همه کارهاش برعکسه. در گذشته وقتی که فوتبال بازی میشد یک انگیزه بود برای ورزشکاران، چون وقتی که میمدن داخل استادیوم ها میمدن خانم ها بودن، آقایون هم بودن و
به همین دلیل خب باعث خوشحالی تمام ورزشکارا میشد که از هر طرف در اونجا هستن. مسئله که خیلی خیلی مهمه، ملت ایران ملت غیوریه، خیلی باحیاست در خیلی از موارد، و میدونین که الان مسابقاتی که در ایران انجام میشه، مسابقات فوتبال، حاشیهش زیاد هستش، فحاشی کردن به بازیکنان، به مربیان و به هر کسی که دلشون بخواد. دولت جمهوری اسلامی غافله که اگر اجازه بده خانم ها داخل استادیوم بیان، خیلی این فحاشی ها کمتر خواهد شد، مردم مراعات خانم ها رو خواهند کرد. ولی همونطوری که در قسمت اول و قسمت قبلی خدمتون گفتم، نمیخواد که آرامش برقرار بشه، میخواد حتما تنشی وجود داشته باشه که بتونه از این موقعیت ها استفاده بکنه و مردم رو سرگرم بکنه. نه، در اون زمان ما خانم ها بودن، آقایون بودن، و خب اونهایی که جوان بودن خیلی هم که دوست داشتن که خانم ها باشن و خیلی هم زیبا هست. خانم دکتر صفایی، در این شرایط، در این وضعیت، تقاضای شما یا خواست شما از مردم ایران، از همه کسانی که با این تبعیض مخالفن چیه؟ حقیقتا من به شخص وظیفه خودم دونستم به عنوان یه شهروند ایرانی، به عنوان یک زنی که خودش از دیدن مسابقه ها و لذت بردن ورزش در ورزشگاه ها محروم شده بود، یه حرکتی رو آغاز کردم برای دل خودم، برای اینکه پیش خودم سربلند باشم و بگم که من به وظیفه شهروندی خودم عمل کردم. من به عنوان زن ایرانی، به عنوان یک انسانی که حقوق ابتدایش رو ازش گرفتن، در برابر این ستمی که به من رفته سکوت نکردم. حقیقتا من انتظار خاصی از کسی ندارم. من میدونم که همه هممیهنانمون خودشون در شرایط سخت و دشوار زندگی میکنن. تنها چیزی که من فکر میکنم خیلی خوب باشه اگه همه فکر کنن بهش، اینه که به عمق کراهت تبعیض جنسیتی بیاندیشن، حقیقتا این مسئله رو مطرح کنن در جامعه و راجع بهش حرف بزنن و براش راهکاری پیدا بکنن. من به جز یک شهروند کسی نیستم که از کسی انتظاری داشته باشم. انتظاری که از خودم همیشه داشتم این بوده که اگه به من ظلمی ستمی روا رفته، هیچ وقت اجازه ندم، هیچ وقت سکوت نکنم. و فکر میکنم که هر انسان، هر شهروند اگر این گونه فکر کنه، یا حتی شهروندهایی که مرد هستن، بیاندیشن به اینکه تبعیض جنسیتی چه چهره کثیفی داره و چقدر زشت هستش این تبعیضی که به زنان جامعه ما میره، این نهایت خواسته‌ای که من دارم، چون اونجاست که همه شهروندان خودشون یک راهکاری رو میاندیشن و به مسیری اقدام میکنن و تمام این مسیرها به هم میپیونده، همه ما دست به دست هم میدیم و همه مشکلاتمون رو میتونیم دونه به دونه حل کنیم. در حال حاضر چیزی که خیلی مهمه اینه که قبول نکنیم، که از کنار تبعیض نگذریم، چون متاسفانه تبعیض جنسیتی یک ناهنجاری در مملکت کنونی با حاکمین کنونی، که متاسفانه خیلی‌ها میتونن به سادگی از کنارش بگذرن، یا اینکه بعضن بگن که خب الان رفتن یا نرفتن به ورزشگاه آیا خیلی امر حیاتی هست. تمام هدف من از به کار بردن این اعتراضات در ورزشگاه‌ها این بود که در حقیقت نشون بدم که یعنی حساسیت ها رو بالا ببرم، چون ورزش بیننده و شنونده زیاد داره، اونجا بگم که تبعیض جنسیتی به هر شکلیش زشته. حالا اگر که اینجا ورزشگاهه و شما بیننده و شنونده، شاید بیشتر من رو ببینید، شاید بیشتر اعتراض من رو بشنوید. و اونجا رو من استفاده کردم، به صورتی گفتم این ورزشگاه شکل یک جامعه است برای من. زدودن زن از این ورزشگاه که تا 2 سال پیش میتونسته بره به والیبال، الان دیگه اونم نمیتونه، زدودن زن از جامعه است. و اینجا بود که من فکر میکنم حساسیت در مردم ایجاد کردن که از کنار تبعیض نگذرن، خودش پیروزی بزرگیه که من روز به روز خوشحالتر میشم از اینکه میبینم حساسیت ها وجود داشته و وجود خواهد داشت و داره همینطور بیشتر میشه و راجبش حرف میزنن و اقداماتی انجام خواهد شد.
خب خانم دکتر، شما با شکست نفسی بسیار اعلام کردید که فقط به عنوان یه شهروندین، حتی اگر به اینو با این امیدها شروع کردین، امروز شما جزء کسانی هستی که این حرکت رو آغاز کردین و باید در صدر جریان بمونین و دیگران، من و همه کسانی که هستیم، دست شما و ایدهاتون پیروی خواهیم کرد تا به مقصد برسیم. دکتر درم، شما راجع به بازی فوتبال و نوع بازیکن‌ها، شما فکر نمی‌کنی اصولا شکل فوتبال در ایران تغییر کرده؟ ما جوون بودیم، به استادیوم ها می آمدیم، هیچ وقت ندیدیم داور رو بزنن، هیچ وقت ندیدیم با داور کتک کاری کنن. امروز در ایران در فوتبال با داور کتک کاری میشه. امروز کسانی که به عنوان صدر فوتبال ایرانن با کثیف‌ترین پرونده ها در آلمان مواجهن. من نمیخوام اینجا پرونده بعضی ها رو باز کنم، ولی شرایط بسیار بد به ایران فرار میکنن و این بازی ها رو در میارن. اینو شما فکر نمی کنی که نوع بازی، نوع بازی کن، نوع شرایط تغییر کرده؟ البته اللحاظ فوتبال، اللحاظ تکنیک و تاکتیک فوتبال پیشرفت داشته خوشبختانه، بله. ولی در زمینه های دیگه، در زمینه اخلاقی، بله، اجتماعی و مسائلی که در داخل زمین و بیرون از زمین به وجود میاد، واقعا همونطوری جناب عالی اشاره کردین، خجالت آوره. نه تنها در سطح ورزش، در تمام جناح‌های مملکت وقتی ببینین همه چی از بین رفته، اخلاق از بین رفته، چون باعث و بانی جمهوری اسلامی هست. بله. هیچ وقت در اون ورزش که مردی و مردونگی و جوانمردی بوده الان دیگه وجود نداره. تنها در ورزش نیست، در تمام اخشار مملکتی وقتی که ببینین، در قسمت اداری ببینین، در قسمت نظامیگری ببینین، در قسمت اجتماعی مردم ببینین، این حالت رو به وجود آوردن و متاسفانه روز به روزم بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد، چون فرهنگ عرب اینه، فرهنگ ملایان و این حکومت اسلامی همینه، خشونت، بیبندوباری، اهانت، ظلم، ستم، بی اخلاقی. و برای مبارزه با اینها تمام مردم مملکت ما، مخصوصا خانوم ها، میبایستی دست به دست همدیگه بدن. کما اینکه دیدین در سلماس وقتی که مجسمه فردوسی رو از میدان شهری برداشتن، مردم سلماس مردونه قیام کردن. البته وقتی مردونه، و لحاظ جنسیت نمیگم، لحاظ جوان مردی میگم، که قیام کردن و مجسمه رو برگردوندن. و این مردم هستن که میتونن وحشت در اونها به وجود بیارن و اونها رو سرنگون بکنن. و نه تنها در این خانم ها و مردم، مخصوصا مردم، مخصوصا قهرمانان، فوتبالیستان میبایستی قدم جلو بذارن و زنان آزاده مملکتشون رو پشتیبانی کنن که بتونن به استادیوم ها و سالن های ورزشی برن. و من در اینجا خواهش میکنم از مدیا به طور کلی، از رسانه های گروهی، نوشتاری، تصویری قدم جلو بذارن، کاری انجام بدن، صدای زنهای مملکتمون و صدای ورزشکارا رو به گوش جهانیان برسونن، همراه و همگام بشن، بقیه مسائل مادی و معنویات در نظر بگیرن، خیلی خیلی میتونن کمک بکنن. و من تقاضای من از تمام رسانه ها این است که با زنان آزاده مملکت، با ورزشکاران غیور و مملکت همراه بشن تا اول ورود خانم ها به سالن های ورزشی و استادیوم های ورزشی. خانم دکتر صفایی، در شرایط فعلی ما، یعنی شما و همه کسانی که در حامی شما هستند و حامی این تفکر هستند، باید دست به کاری بزنیم. فکر نمی کنید که اینو از فیفا هم باید فراتر ببریم به پارلمان اروپا؟ امریکا که اصلا داستان دیگه است، به پارلمان اروپا و به مجالس اروپا و حتی به سالن ها و بازی های اروپایی ببریم اینو؟ البته خیلی چیزهایی هستش که هنوز میشه انجام داد و در دست از جمله کارهایی که هنوز باید ادامه پیدا کنه، کارهای میدانی هست که بسیار طرحهای پیشته شده، از جمله کارهایی که باز انجام داد کارهایی هست. و همچنین پارلمان اروپا میتونه کمک کننده باشه در این مسیر. کار و راهکار بسیار زیاده،
فقط اینکه زمان میبره هر کدوم و همه رو باید برنامه ریزی کرد و به خصوص مهمترین کار، چون من همیشه به یک چیزی که خیلی باور دارم اینه که قدرت اعتراضات مدنی و واکنش های هممیهنانمون خیلی اثرگذار هستش. من بیش از قدرت هر چیزی به این مسئله باور دارم که حق من رو به عنوان یک زن ایرانی هیچ کس جز یک زن ایرانی و یک مرد ایرانی نمیتونه بگیره. برای همینه که فکر میکنم تکیه به خودمون مهمترین نکته است. مثلا تو برنامه های میدانی آینده هم تکیه بسیار زیادی خواهیم داشت روی هممیهنان مقیم خارج در سوئد که تیشرت های دفاع از کمپین ورود زنان به ورزشگاه ها رو به تن کنن. اینها راهکارهایی که بسیار در دست اجرای و بسیار متنوع هست و در ماه های آینده راجبش خواهید شنید حتما، و راه ها گوناگون هستند. باید همه دست به دست هم بدیم و این راه ها رو پیش بریم. دکتر عرب، شما در چندین بازی آسیایی و جهانی شرکت کردین. در این همه اینها به نماینده مردم ایران و ایرانی بودین. این چگونه است که امروز بازیکنای ایران هرچی که فدراسیون میگه میدونن انجام میدن و هیچ کس به این قضیه که نصف مردم ایران از رفتن به این مسابقات، به این سالن ها، به این استادیوم ها محرومن، لب تر نمی کنن؟ چی شده؟ ببینید، گروه ورزشکارانی که ورزشکاران ایرانی دو قسمت هستن، دو گروه هستن. یک گروهی که در ایران هستند و گروهی که از خارج از ایران هستند. اون گروهی که داخل ایران هستند مجبور هستند به خاطر اینکه زندگی میکنن در اونجا هستند و میبایستی بسوزند و بسازند، ولی اونها نمیبایستی که در بعضی مواقع کاسه داغتر از آش باشند. مثل اینکه یکی از این قهرمانان که اسم نمیبرم، چند تا قهرمان ها که وقتی که در رده های جهانی و المپیک صاحب مدال طلا شدن یا مدال نقره شدن، مدال هاشون رو هدیه کردن به رهبر و به اون کسانی که از کنم در رأس قرار داشتن. اقلا اونها کارها رو دیگه میتونن نکنن. اینها دهنکجی به ملت ایرانه. خب اون کسانی که در اون مملکت هستن میبینیم که خیلی هم با شرف هستن، خیلی هم با وجدان هستن و هیچ گونه همکاری نمی کنن و در خودشون از ورزش دور نگه داشتن. صحبت من به اون قهرمانان و ورزشکارانی است که خارج از ایران هستن، کسانی هستن که آزاد هستن، از نعمت آزادی برخوردارن، در کشورهای اروپایی هستن، حتی در خود امریکا هستن. توقع من از اونها هست که به صدا در بیان، اونها هست که احقاق حق بکنن برای جوانای مملکت، مخصوصا برای خانمها. اونها چرا ساکت هستن؟ از اونها میبایستی خواست همراه بشن، همگام بشن. برای همین برنامه که انجام شده و نامه تهیه شده به فیفا نوشته شده، کسانی که دستن در کار هستن، خانم دکتر صفایی و خانم افشین جم که در جریان کار هستن، میدونن که چقدر کارشکنی های شده و برای گرفتن چند نفر که خواستن که بیان چه بهانه هایی آوردن. کسانی که در خارج هستن و برای امضا کردن و برای اینکه همگام شدن و برای اینکه همصدا شدن دریغ کردن از ملت ایران. صحبت من با اونهاست. قهرمانی جای خود داره. به جای اینکه قهرمان باشین، پهلوان باشین، در کنار ملت قرار بگیرین. شما هر چی دارین از اون ملت و هر چی هم که دارین برای آزادی اون ملت میبایستین در طبقه اخلاص بذارین. خانم دکتر صفایی، جناب عرب راجب پهلوانی صحبت میکنه، فیلمایی که از شما داریم مثل اینکه شما در رده پهلوانی با اینها درگیرین. این فیلم رو اگه توضیح راجبش بدین خیلی متشکر میشم. راجب فیلم من نیستم صحبت میکنی؟ بله، حقیقتا تو ورزشگاه که بودم خب خیلی شرایط دشوار بود برای فعالیت ها، چون که درست روبروی من سفیر جمهوری اسلامی و خانوادش و دوروبریاش توی سفارت نشسته بودن و اینا دائما، خب من توی دوربین بودم، دقیقاً رفته بودم جلوی جلو نشسته بودم که هم بنرهایی برای حقوق زنان داشتم، هم پرچم شیر و خورشید که به راستی پرچم، تنها پرچم ایران میتونه باشه، دستم داشتم که توی تلویزیون نشون میدادم. اینها خیلی سعی میکردن
دائما مامورهای انتظامات سال ورزشگاه رو بفرستن و جای من رو عوض کنن، یا به من بگن اینجا دوربین بلند شو، باید بری جای دیگه بشینی با بنرت با پرچمت. و منم اعتراض میکردم که من بلیت اینجا رو دارم و اینجا میخوام بشینم، اینجا جای منه و تکون نمیخورم. حقیقتا شرایط خیلی دشواری بود، چون من اونا میخواستم من برم بیرون، به اختیار خودم برم بیرون، و منم با خودم تو دلم گفتم که من نمیرم بیرون، حد اکثرش اینه که میخوان منو بکشن دیگه. خب اینجوری رسانه ها میان فیلم برداری میکنن و بدتر آبروشون میره. واسادم سر جام و گفتم من امکان نداره از اینجا تکون بخورم، اینجا جای منه، که میخواست بلیتمو بگیره بندازدم بیرون، ولی من همچنان ایستادم. بعد که میدید شلوغ دارم صدامو بالا میبرم، دور و بریام که واقعا لهستانیام خیلی اونجا کمک میکردن، اصلا تا میدیدن که اینا زیاد دارن اذیت میکنن سریع میمدن میگفتن آخه چرا، مگه این چیکار کرده داره اینجا به صورت مسالمت آمیز یک پیامی رو میرسونه. بعد اینا که میدیدن اینجور سر و صدا میشه به نوعی، خب نمیخواستن که توجه ها جلب بشه، دوباره از کنار من میرفتن. ولی من این چند باری که رفتم اونجا تو ورزشگاه، من میدونستم که اینا هر شب خواب راحت ندارن از دست من که فردا دوباره میخوام برم ورزشگاه، ولی من فکر میکردم وظیفه منه که این کار رو انجام بدم و احساس میکردم حتما این کار رو باید انجام بدم، میایستم و کارم رو پیش میبرم. ایستادیم و کار خودمون رو انجام میدادیم، امروز سرنوشتی بدین وحشتناکی رو ورق نمیزدیم. دکتر عرب، شما در این بازی هایی که کردین، حالا از اینجا یه ذره بیایم این برتر، یه خاطره برامون بگین از هر کدوم از بازی هایی که داشتین. سراسر زندگی من خاطره 100%. زندگی ورزشی من، اجازه بدین خاطره رو زمانی بگم که حال هوای خوبی داشته باشین. نه بگید آقای عرب، من خودم میخوام خاطره از شما بگم. من من با دکتر عرب و چندین هزار ایرانی در سال 85 به واشنگتن رفتیم. در تظاهراتی من شرکت داشتم که افتخار داشتم به مصطفی عرب، دکتر مصطفی عربم در اونجا جزو سردمداران این حرکت بود. از جلوی لافایل پارک تا جلوی سنا رفتیم، در مقابل سنا فریادهای خودمون رو زدیم و اون چی رو که در دل داشتیم گفتیم. من خاطره بسیار بسیار خوبی از شما دارم، خلاصه از اون که گذشته از اون که اون چی که در میدانهای ورزشی میدیدم، شما منو نمیدیدین ولی من شما رو میدیدم و اون بر تو تلویزیون بالا و پایین یا تو استادیوم بالا و پایین میپریدم. مصطفی عرب و همه ورزشکاران ایرانی، ساقای بیاتی و دیگران و همه اونهایی که الان شاید اسمشون یادم نباشه، کسانی بودن که ما رو در دوران جوانی، دوران زندگی ما رو یاری میکردن که از اون هیجانها بگذریم و باهاشون فریادهای ایران رو شریک باشیم. امیدوار هستم که از خاطرات گذشته صحبت نکنیم، از خاطرات قشنگی که وقتی که ببینیم قهرمانان خانم و آقایون در میدان ورزشی موفقیت کسب میکنن، اونها تمام خاطره و خاطره شیرین خواهد بود که ما به دست خواهیم آورد و به چشم خواهیم دید. دکتر عرب، ما در ایران تیم فوتبال بانوان داشتیم، درست میگم؟ بله، تیم فوتبال بانوان باشگاهی داشتیم. بله، چی شد؟ حالا دیگه زنان نباید فوتبال هم برن تماشا کنن بازی که حالا نباید بکنن؟ خیر، فوتبال الان اتفاقا تیم ملی هم داریم. تیم ملی داریم، چه میکنن؟ بله، تیم ملی فوتبال هست ولی سراپا پوشیده هست، بیشتر با کشورهای بازی میکنن که اونها به همین صورت هست و متاسفانه اتفاقا با اون وضعی که هستن نتایج خوبی هم به دست میارن. خب زنان ایرانی که نمیتونن از بین ببرن و تمام پوشیده و البته چسبون هم نیست لباس، و لباس ها بازه و اون راحتی رو ندارن برای حرکتی بتونن انجام بکنن. و خوشبختانه این خانم های مبارز حتی در چادر و چاخچورشون هم کردن اون قدرت خودشون و شهامت خودشون و آزادگی خودشون رو نشون میدن و مقام هم میارن، به پای فینال هم رسیدن در مسابقات از کنم که آسیایی و بسیار بسیار جای خوشبختیه. خانم دکتر صفایی،
شما به عنوان آخرین خواستتون یا آخرین هدفتون که ما چه میتونیم در کنار شما بکنیم، چی میخواییم به ما بگیم؟ من فکر میکنم این که همین حرکتی که انجام میشه، میگم من نه اولیش بودم نه آخریش خواهم بود، همه هممیهنانمون اگه این حرکت ها رو حمایت کنن و در مسیرش به هم کمک کنن و خدای نکره سنگ اندازی نکنن برای این حرکت ها، از نظر روحی و از نظر معنوی این حرکت ها رو در پشتیبانی کنن، در رسانه ها ببرن، حرکت جنبش زنان در حقیقت و برای زنان ایرانیه. من فکر میکنم این بزرگترین خواسته منه که آدم ها به جنبش های زنده زنها اهمیت بدن و ارج بذارن و هیچ وقت تو راهش سنگ اندازی نکنن، چون حقیقتا زنهای ما زنهایی هستن که از شایسته ترین زنها هستن ولی در شرایط بسیار دشواری به سر میبرن. و یه چیزی هم بدونن که در کل ورزشگاه رفتن یا نرفتن هدف نهایی نیست. تبعیض جنسیتی چیزیه که نمیشه باهاش کنار اومد به هیچ شکل و به هیچ وجه. فقط خواسته من اینه که بفهمن این حرکت رو، حمایت کنن به هر شکلی که میتونن. و ازشون یه خواهش دارم، اینه که هیچ وقت زنها و جنبششون رو تنها نذارن. این تنها درخواست من به عنوان یک شهروند، به عنوان یک کسی که دوست داره ازش حمایت بشه اگر که حق با اونه، این تنها خواسته منه در حقیقت. جناب دکتر عرب، آخرین خواسته شما یا در این لحظه از مردم ایران در حمایت از این جنبش چیه؟ جناب فراهانی، در این شورش، در این بدبختی که دامنگیر ملت ایران شد، دو گروه خیلی صدمه دیدن، گروه خانم ها، زن های ایرانی و نظامیان. بله، شاهد بودیم که چطور افسران و درجه داران و فرزندان پاک مملکت رو به جوهای اعدام سپردن و فرمانده های من رو یکی پس از دیگری اعدام کردن. البته همه طرفداران دموکراسی بودن ها، جناب دکتر عرب، فراموش نکنیم شاه دموکراسی نداشت، اینا دموکراسی میخواستن، بعد این کاری کرد. تمام این گروه اول بود که هم لباسای من بودن و گروه دوم گروه خانم ها هستن، الان وجود دارن که معلوم. اینقدر مورد ظلم و ستم قرار گرفتن. این وظیفه فرد ما هست، ملت ایران هست که از این دو گروه پشتیبانی بکنیم. البته گروه اول گروهی بودن که متاسفانه در میان و اکثرشون در میان ما نیستن و خب بقیه هم خواهند رفت. گروه دوم که الان وجود دارن، آینده ساز هستن، مادران فرزندان برومند آینده ما هستن، اونها رو نمیباید که تنها بذاریم. اگر هم کمک نمی کنیم، میبایستی که وظیفه فرد ما هست کمک بکنیم، مخصوصا اونهایی که در خارج از مملکت هستن، خارج از کشور هستن و دستشون بازه و میتونن این کار رو انجام بدن. ولی اگر دلشون نمیخواد برای به خاطر تعصبات خشکی که دارن کاری نمیخوان انجام بدن، همونطور که خانم صفایی اشاره کردن، سنگ اندازی نکنین، مانع از کار نشین، مانع از پیشرفت کار نشین، چون مانع شدن این گونه حرکات جلوگیری از پیشرفت و آزادی مملکته. این کارو نکنین، جز اینکه دودش به چشم خودشون خواهد رفت و فردای مملکت ما خدای نکرده از این هم بدتر خواهد شد. امیدوارم که همچین روز نبینیم و با امید پیروزی تمام مردم ایران به خصوص ورزشکاران پاینده ایران. ببینید کاری که دکتر عرب، شما، خانم افشین‌جم، خانم دکتر صفایی و آقای بیاتی شروع کردین، از گلوله، از لولوله تفنگ خارج شده و این حرکت خواهد کرد. هر چقدر هم که با موانعی روبرو بشه حرکت خواهد کرد. من مطمئنم گروه های زیادی، ایرانی های بسیاری به شما چند نفر خواهند پیوست و یک گروه عظیم و یک موج عظیمی به وجود خواهد اومد. من در اوایل سالهای کوچه ایرانیان در اینجا بودم و شاهد بودم که این مردانی که دل شکسته و دل آزرده اینجا بودن، چگونه زنانشون، این زنان بودن که زندگی ها رو ساختند و فرداها رو به وجود آوردن تا مردها تونستن برگردن به کار و زندگی و فرزندان لایقی رو تربیت کنن. من به زنان ایران، اون چی که در زندگی خودم در اون شرایط دیدم،
100% معتقدم که میکنن. در نمونه بارزش خانم دکتر صفایی، خانم نازنین افشینجم و هزاران هزار زن دیگه ایرانی، و ما به عنوان مردان ایرانی این وظیفه رو داریم که در کنارشون بایستیم و آنچه که اینها انجام میدن به هاشون باشیم، تا روزی که بتونیم در ایران، در ایرانی که خواهیم داشت، دیگه مسئله زن و مرد نباشه، انسانها با قدرتها و توانایی هاشون باشن. با تشکر از شما خانم دکتر صفایی، با تشکر از شما جناب مصطفی، دکتر مصطفی عرب، و از اینکه این حرکت رو آغاز کردین، من قول میدم که ما هرچه که در توان داریم در کنار شما بمونیم تا به هدف شما رو به هدفتون برسونیم. سپاسگزارم. اجازه بدین که من یک جمله اضافه استدام میکنم. قربان. جناب علی فرمودین که این چند نفر این کار رو شروع کردن، ولی میبایستی که بگیم همچین چیزی نیست. این کار شروع شده بود که خانم دکتر صفایی که از اون طرف شروع کردن، و کاری که از این طرف انجام شده. با تشکر از شما. خواهش میکنم. با تشکر از خانم صفایی و دکتر مصطفی عرب میریم و باز میگردیم. کشوری بیگانه سرگردان نمیره، هر وجودی دیر و زوده میهنم میرد، ولی من هر وجودی دیر و زوده میهنم میرد، ولی من با تو پیمان بستم، با تو پیمان بستم، جز بر سر پیمان نمیرم. من که می بله بینندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسه. به همراه خانم دکتر صفایی، دکتر مصطفی عرب، آقای رضا مدیر تهیه و آقای دیاگو کارگردان فنی، همه شما را به خدای ایران میسپارم و به امید روزی که در کشورمان ایران هیچ هموطنی به دلیل مذهب، به دلیل جنسیت، به دلیل زبان و به دلیل قومیت مورد تبعیض قرار نگیره. به خاطر داشته باشید ما در حزب مشروطه ایران هیچ کس را به عنوان اقلیت نمیشناسیم. همه ما مردم ایران هستیم و دارای حقی برابر. با امید روزی که همه ما در کنار یکدیگر بدون هیچ تبعیضی زندگی کنیم. همه شما را به خدای ایران، به خدای عشق، به خدایی که جز عشق نمیشناسد می سپارم و به خاطر داشته باشید در راهی که در پیش داریم پیروزی از آن ما.